بدونم اصلا مهم نیست سلام نه زب نکرده باشی نگرد میدونم دوباره همین دو دو شب, دو شب 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 دوباره مایکل جکسون و جوردن, جوردن و تمام مایکل ها رو از اول میریم فرزاده که دوتا دو تاجو هم من از اول میگم چیز رو نگفتم حلقه رو منداختیم الان برها میتونیم الان چیز کنیم اگه من قبل اینکه اپیزود شروع بشه از آقای کارونی نپرسیدم میخوای همون جوری بشینی یا نه ببین الان خب کی که خوبه که نه دیگه اومدی روی الان فرزاد اونجوریه ما پایا میز رو بعد درست کنیم آره خیلی بده آخه این صندلی میچسبه ما دورین در اینی که نزدیک باشیم نمیتونی یه پایشو بندازی یه بار کردم اینجوری شده بود نمیشه میخوای من یکم اونجا بشینم حس من بتونم بسازم تو میتونی بمو. مو مثل کاری که با شومینه کرد دوستمون دوبله گیر افتادی؟ ابسولوتلی جدی؟ دیگه ای آره یه تو نه الان اگه خسته بشی بری بخوای بری من یا اینجوری هم یاد خی... اینجوری, یا... اینجوری خیلی خی... خی... تکون میخورم من نمیتونم شما کوشه نداری متاسفانه سلام میکنیم به بینندگان عزیز ببخشید که اینطوری شروع شد بچه ها میگم ما یه ما یه میریزیم تو اپیزود یعنی اصلا خیلی آره خان. ورود به اپیزود واقعا خیلی, خیلی به قول راه هست بله خیلی راه, بله. راه. بله. آره چه خبر خوبید <applause> <applause> خوشی شما, در... شما که اصلا مهم نیست شما در مورد شما <applause> بله شما چه خبر خوبی <applause> هفته پیش در <دمراه> هفته هفته زیبایی بوده سه شنبه بود فکر کنم دو شنبه سه شنبه بود که صبح من سر کار بودم ساعت نه بود تقریبا تو خونه ما آه. آپارتمان که باشی اکثرا اینجا رو سقف اسپیکر مرکزی داره اسپیکر داره بعد خب من همیشه فکر میگردم که این اسپیکر مثلا موقع امرجنسی استفاده میشه مثلا آتیش سوزی شده میگن همه بیان پایین که یه بار هم این اتفاق افتاد یه او گذاشت بعد بعد یه این بوغ زد مثلا خب صبح آه 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 ما آه آه سر آه کار بودیم ولی هنوز یه ذره خواب و دیگه ساعت نه تازه بوق بوغ زد من قبلش هم بوق بوغ دیگه که چی بیاید ماشینتون هم پارکینگ پارکین برداریم داریم, داریم پارکین رو میشوریم <تصفيق> مگه <تصفيق> اعلامیه نمیدن قبلش تو چرا گفته بود ما هم دوشنبه قراره چرا اینو استفاده میکنید برای چیز کار غیر امرجنسی آره بعد من اومدم خیلی شلوغ بود تو که بیام توی پارکینگ خیلی اومده بودن چیز بعد همه قیافه ها انگار اوکی بود که این اتفاق افتاده من هی میخواستم مثلا یکی قوری بزنه با این اسپیکر آخه حالا جالبیش اینه این در واقع اسکجولی که داده بودن اینطوری بود که یک روز در واقع مثلا پیوانو میشستن یه روز پیتو رو میشستن ولی به همه اعلام کرده بودن که بیاین ماشیناتون رو برده یعنی حتی به پیت اونایم که ماشینشون پایین بودم یعنی به کل ساختمون اعلام کردن ولی فقط پیوانو میشستن دور فردا با اینکه توی حالا درسته که توی آسانسور و اینا اعلامی زده بودن حالا به ایمیل همه فرستاده بودن و اینا ولی خب اینطوری بود دیگه من هم احساس میکنم فقط برای کار امرجنسی بعد از این چیزی استفاده بشه ساعت هشت نیم سو این Is it? نه خب دیگه زیر ماشین میگیری میره دیگه نه خب د... ما اون قسمت نمیشورن واتس امرجنسی خب خوبه, که بشورن دیگه وقتی امکانی هست آره, 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 نه اسکرات آره ها میتونه فرد روز تو رو جریمه کنه بگی آقا ما مثلا از یه ما قبلش آره بهتون آره نوتیس دادیم like فلان آره مثلا من هشت و نیم صبح فکر فامل ما خوابیده بودم نه بودن. مثلا یه یکی بیمار باشه مثلا بیمار بشه. بیمار خنده هایتون ولی ما استفاده کردیم ما از نزدیکیمون و هم با ایمان استفاده کردیم نزدیکی ما خیلی به هم نزدیکی کردیم جا پارک ها هم عوض کردیم با هم عوض کردیم و این گذاشت اون گذاشته. بعد از چند رفتم ب... سر من که میرفتم سر کار این گذاشت تو من آره بعد ما دیگه نمیتونیم از این میکشیم بیرون <تصحیح> <تصحیح> دیگه لذت برده بود دو سه روز بعد همین تو هم بودیم این که هفه قشنگی میسری هم تیم داشته داشته کجا الان؟ اینجا کدومش کدومش آره کدومش داری شیمان. ولی فهمیدی که دوتا تا ماشین بغل ما آره اونا تکون ندادن فکر آره. کنم سفرن و آره سمت ما نشوست اون بانو رو نشستن آره ولی آره. جالبه من قرار دوشنبه بشورن حالا جالبیش اینه بید. اینجا توی حالا آپارتمان ما اینطوری بود که میگفتن از بین هشت نیم تا پنج بعد از ظهر دیگه مثلا میشوریم و تمام میشه میره این ساختمان اینجوری که اومدن بشورن سه روز پارکینگ رو بستن و همه تو اون سه روز همیشه باید بیرون می بودن. اه یعنی اه کل پارکینگ جانیست. همون دیگه حالا ویزیتو پارکینگ مثلا خوبی داره اگه دقت کرده باشی یا ملت گشته بودن بیرون یا مثلا گذاشته بودن توی مثلا کوچه های اطراف و اینا سه روز بسته شما بود شما چرا پارکینگ داری؟ اینجا؟, آه. اینجا دو تا دو توست نه 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 کلا پارکینگ طبقات چقدر دوست. ساختمونه؟ انتو ساختمونه؟ آه همشون آره همش فقط واسه اینجا نیست مشعره <applause> اون ورتا مثلا آسانسورای خودشونو دارن دیگه اون هر سمت آسانسور خودشون هست پارکین اینجا پارکینگ خدا رو شکر خدا رو شکر آره اینم. اینم از از اینو اینو از اینو دار اومدیم آره سه شنبه رو بگیم یا تو بگو تو هم بگو که تو بگو سه شنبه تو اپیزود مقابل بگی آه، هنوز نرفتیم چی چیو بگم نه از هفته خود آه هفته من هفته خیلی سخت و طاقت فرسایی من چون او شت راستی چقدر عجیب که یادم رفت حالا بعد از اپیزود در صحبت می سواد میکنم نیست نه 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 من هفته خیلی سخت و طاقت فرسا هنوز درگیر مووینگ و اینا درگیر نصب کردن و چه میدونم جا کردن وسایل و مثلا خرید چیزهایی که نیاز هست برای زندگی و اینا همش درگیر این بودم و کار و دیگه کومان و سرم شلوغه دیگه و چی و موتور سواری ببین مثلا 10 دقیقه آفتاب میشه میکشم بیرون موتور رو ببین احساس میکنم واقعا امسال نمیخواد گرم شه یعنی امسال هنوز داره بارون شدید میاد هنوز آفتابش مثلا نیمه ابری آفتابیه هنوز گرم نشده مثلا گرم که من دیدم 16 درجه بوده تابستون امسال سب کن جوری تابستونه فصل شادی و خنده عالی شد. بچه ها توی ده. کوچه گرم بازی مثل چند تا پرنده, تو پرنده. شما برای تابستون برنامه خاصی نه این مسافرتی تو خانده دارن تا آدم میان پیشه شما که ایچی و من که ایچی آمی. من شاید, من شاید ایشت ایشت یه سامنید. چیز برم یه تویچ کام برم کجا هست؟ آمستردامه <applause> همون آمستردام هی... معروف 17 و 18 جولای تو آمست آره تیکت هاشم گرفت تیکت در واقع فقط ورودی به چیز گرفتم به تویچ کان گرفتم ولی تیکت هتل این چی کار تمام کانتنت کریتور های مثلا تویچ میان و اسپانسر ها میان و با هم دیگه مثلا میتونین صحبت کنید مثلا نتورکینگ آره نتورکینگ یعنی بر ایونت خاصی هم هست مثلا نمیدونم هنوز چیزه شد هنوز ندادم چی رو معرفی کنم مثلا بازی جدیدی معرفی کنم برتر احتمالا همه اینا هست آره احتمالا هم همه ولی فقط سیسش اینه که کسایی که پارتنرن یه پارتنر لاونج داره میتونم برن اونجا بقیه پارتنر رو پاسوان میتونی ببری؟ نه قبلا میتونستی ببری الان بخاطر کووید ریزنز دیگه نمی‌تونی ببری کووید تموم شد آره حالا امیدوارم برش گردونن چون باحال میشه از نمیدونم آنف. تو میخوای بیای ولی تابستون حتما کلونا بریم پنج تا پسر نابغه غیرم. همیشه هر سال کلونا بریم مطمئن نیستم آره <تصفح> کلونا یه شهری نزدیک ونکوور چهار ساعت راهه با ولاک گرفتیم رفتیم اونجا حالا نه اون چون نبود آره چون فرزاد نبود تو نبودی درگیر بودم حتما دیگه خیلی با ما حال نه یه داستانی بود کن. تو جهانم زیر و روشم ام... چیزم رو میدن؟ آه زیاد لطفا بگی زیاد زیاد زیادش بیار بله بیار <تصفح> ماگ بیار آره نه احتمالا از اینجور شرور رو زیاد بمون بدن میگم خیلی من تا بال نرفتم تا بالم با نیدم واقعیتش اولین ام... در واقع تویچ که دارم میرم چون دو سال پیشم کنسل شده بود به خاطر کووید بعد از دو سال بازش کردن احتمالا خیلی باحال باشه یه دونه دیگه هم داره سندیگو اکتبر فکر میکنم اونم باحال اونو... میشه اونو اون موقع اصحب. همه میتونیم آره دیگه هم با هم با همه هم با هم دست در دست هم میهن خیش رو میکنیم آباد البته کلا میدونی که من با آمریکا زیاد رابطه خوبی ندارم آره با رفتم به آمریکا زیاد رابطه خوبی ندارم ببرم تجربه خوب بد <متصفيق> میخوایم بریم تو اپیزود که بچه احساس میکنم همه هولد بک کردن که تو اپیزود تو و آره رو کنن یک دو سه بریم دوستت تا زدی یواش سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن سلام سلام سلام, <سلام>, <سلام> جونم براتون میگم که برگشتیم با اپیزود 326 مون اپیزود گفتگو محور ماست اومدیم که در مورد هفته صحبت کنیم اتفاقایی که باش دست و نرم کردیم یه جوکی بگیم دور هم باشیم بگیم بخندیم یه ساعت چه خبر چطورید How has life been به قول خارجی ها, ها؟ و خبراتو برای بگو ببینم چیکاره کردی اخبار یه خرید رفتیم سلامتی <تصحابه> <تصحابه> چون <تصحابه> من <خدا> موز گرفتم یه <تصحابه> طالبی نه خرید لباسینا خیلی وقت بود نرفته بودم و خیلی هم خوش گذشت چون کلا مالم نرفته بودم و برام جالب بود اون تغییر خاصی کرده کدوم مال رفتی رفتیم ریچموند بعد یه فروش فروشگاه رفته بودیم مثلا لباس خریدن زن <تصفح> همه همی زیر من, من <تصفح> اصلا بهش فکر نمی کردم <تصفح> گوش نمی نه بعد یه تخفیفی داشت مثلا واسه مثل اون روز بعد من با یکی از کارمندا که اونجا داشت راه می گرفتمش گفتم می دونم این تخفیف هست تخفیف دیگه چی هست بعد گفت ببین یه اسمس بدی به این شماره مثلا یه ده درصدی هم به تخفیفی میدن و اینا و اینی گفتم بازم خوب نیست ما ما میریم بعد یهو به سره گفت بیا بیا با من مثلا را بیا تو تا آخر مغازه گفتم باشه بیا بریم پشت آره بعد گفت جنایی شده ایردراپ داری اینا گفتم آره گفت من یه دونه کد برات میفرستم این 25 درصد آف بعد گفتم جدی اینا میخندیدم بقیه خیلی چیز بود یهو میخندید بعد یهو جدی میشد بعضی ها هستن یه ذره اکسپریشنشون عجیبه قاتلا <applause> آره که میخوام ببرند پشت آره بزنم من هی نمیدونستم این داره ما رو تست میکنه چه بیسکویتو جوردی آره من رو من رو گوشنم نه شد تموم شد تموم شد من خوردم تام نشده بود اپیزود قبل 4 تا بود آره بین ال اپیزود بین ال اپیزود من یه نخوردم من اپیزود یکی نم حرف میزنم اپیزود دو بخورم دیگه <applause> نیست یه نداری یه مزمز دارم میبینم ساق طلایی است اخ اون خوبه برو بیا برو <تصفح> چیپس از نظر همونجا باز البته ساق طلایی فکر کنم برای کومار شرم این چیپس ساق طلایی هست یا برات هست دایجستیو آره دایجستیو هست دایجستیو ساق طلایی ایرانی هست جدی من خوبا برو بیا نه حالا شاید حالا شاید تموم کنن این خاطره طولانی تمام شده اگه میشه برو خب من باید برم گرم <applause> بگو بل آره. میشه برداشت یا نه اگر هست میتونید یه سری چیپس هست, تو هست؟ نه من قول نمیدم آره من <تصفح> ببینید اینجا خوراکی هایی که روش فارسی نوشته بیا مشکلی کم نداره چهار شد حالا الان بزن یه ساعت نمیتونی تحمل کنی خیلی دو شو ولی آره این شخص به ما خیلی حال داد و تخفیف خود داد. تخفیف کارمندی ها به ما داد. یعنی تو هم یه درصد تغییر گرفتی، هم 35 درصد، 15 درصد گفتم 10 اشتباه بود. یه 15 درصد خود کل ما... مغازه داشت خب خو... یه 25 درصد هم ایشون به ما تغییر داد. بعد خوش بعد چیو ما نمی‌دونی، بیمه داری دراپ اونم؟ آره دارم. دمه کشرکی میاد میگه کی کمکت کرده امروز. م. بعد من اسم, اسم طرفو گفتم ام جی. گفتم چه شخص اینجا کار آه نکنه. گفت چیه <laughs> این گفت کیه من نمی‌شناسمش و اینا بعد گفت این بابا اسمشو خود من دیدم رو نیم تگش نمیدونست دختره گفتم طبقه بالا فلانی ریش داره مثلا <laughs> گفت نه نمیش بعد رفت منیجرش گفت گفت آره این امروز های شده روز اولشه <laughs> <laughs> روز اول یورو من فهم چه میزده به چمر. همون روز فکر کنم گرفته بود کمر بسته کمپانیا به قهقرا ببره آره بنده خدا ولی آره اینم باحال بود پس چیز کردی خرید خوب <تصفح> یه چیز جالب دیگه توی خرید البته این دیروز اتفاق افتاد و برام جالب بود رفته بودیم توی مغازه دیگه شاپرز کسایی که کانادا هن میدونن شاپرز از این فروشگاه زنجیره‌ایه همه چی داره داروخونه داره کار تو راه میندازه خلاص شبانه روزی هم هست بعضیش بعد روز مادر هشت میه که هفته دیگه میشه خب به خاطر روز مادر همه این کمپانیا تبلیغات خاص خودشونو دارن پکیج های گیفت آماده دارن همه این جزا از یه هفته قبل شاید بیشتر آمادگی دارن و من همونجا داشتم چرخ می زدم کار خاصی نداشتم ذهنم آزاد بود به قول کارون هیچ کاری نمی گردم نه نشسته بودم مثلا نشسته بودم روی صندلی بعد توی اسپیکر تبلیغ واسه روز مادر پخش شد و خیلی جمله بندی با حالی استفاده کرده بود یا حال کلماتی استفاده کرده بود نه گفت که روز مادر امسال برای اون شخصی که نقشه... مادر خودتون کادو نگیرید نقش... نقش... برای اون شخصی که نقش مادر رو تو زندگیتون داره فلان گیفت رو بگیرید یا مثلا از ما گیفت بگیرید نگفت برای مادرتون گیفت بگیرید خیلی باحال بود که این جمله بندی جمله بندی یا کلماتی که استفاده کرده بود پیغامی که آره... تو یعنی هر کسایی که شاید مادرم ندارن الان دیگه میتونن به زور بگیرم نه خب مثلا من یاد این افتادم یه همکار قدیم داشتم ایشون ادابت شده بود حالا اون مادر خودش اون شخص با آره و مثلا اینجوری که گفته میشه به نظرم خیلی سمارت و خیلی جالب بود مارکتینگی وایز آره. بوده برکرم مارکتینگ میخوای در مورد ماشینت بگی برامون من فکرم تو میخوای راجع ماشین تو بگو منم میگم تو که نگفتی ساقه تلایی که تو دندونش گیر کرده کامل در بیاره بعد تو گیر نکرده؟ چرا؟ خب ولی من ماشین مشکلی نداره چرا من میگی؟ خب ماشین 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 من این سگمنت ماشین منو فراد فکر کنم همیشه ادامه خواهد داشت تا موقعی که ما رو عوض کنیم کامل خب الان عوض شده دیگه نه یه راوند دو ماشین ماشین نوی تقریبا ولی یه سه چهار ماه شروع کرده صندلی عقبش جق جق کردن بعد این واقعا قد شد این اینا زب نکردی نه دفعه اول دیجاوو دیجاوو بعد خب درگیر کار و اینا بودم هی عقب میافتاد اینکه به شرکت اطلاع بدم که آقا این مشکل رو داره بیاد فیکسش بکنید یه بارم رفتم ریپورت کردم تهش یه قیمتی به من داد گفت این 600 دلار هزینه میشه ما اینو چک بکنیم من اونجا اصلا ولکم گفتم بابا با با اصلا بندری بزنه اون پشت مهم نیست بعد اون پاورقیشو خوندم دیدم که نوشته بود که نه اگه ما بفهمیم که مشکل از خود ساخت و تولید بوده این 600 دلار رو نمیگیریم میبخشیم و من مطمئن بودم دیگه من کاری با اون صندلی عقب کجاست اینجا نه توی خیابان بورار میبرم بعد این چیز اینو من ماشین رفتم گذاشتم صبح دوشنبه گفتن بعد از ظهر ماکسیموم ماشینت آماده است مشکلش برطرف شده بذار حد بزنم سه روز طول کشید خب با این رو به من پیشنات من که تو میتونی یا یه ماشین به کرایه بهت بدیم یا به بچه ها میخندن شما اینا رو یه دور آره از که ابزودی یک و گوشگر رو باشم میفهمند افزاد سه شمبه بعد بر... سه که نگفت یعنی قطع شد نه ولی گفتیم که قطع شده بود اینا به من 130 دلار اعتبار دادن که بتونم از اوبر استفاده بکنم روزانه بر... اوبر اون روز تاکسی اسنپ مثل اسنپ آره منم خب خوشحال و اینا چند تا مسیرم باید میرفتم بعد جو... لبل های مختلف هم داره دیگه خیلو. اوبر اقتصادی داره تا اوبر پریمیم مثلا با ماشین اوبر اقتصادی قشنگ بود یاد سوال اقتصادی <تصالی> منم با لوکس میام دنبالت من شروع کردم اینو استفاده کردن و با ماشین لوکس این برون ور رفتن و عشق و حال یه اینا زنگ زدن که چیزه ما نمیتونیم دیگه ماشین تو امروز به تحویل بدیم ماشین حداقل یه روز دیگه اینجا هست و اینا قطع کرد و منم دیگه اعتبارم تموم شده با اعتبار اوبر گفتم بابا منو وسط بسطه... اوبر گذاشتین الان اینو من اینو... تو اوبر بلک هم الان <تصفح> <تصفح> خب اوبر بلک اوبر بلک خفن ترینه فکر کنم فکر کنم الان ولی خلاصه اینا هی واسه من این سه روزی که ماشین دستشون بود هی رو هر روز صبح 130 دلار به من چیز میدادن کردیت کردیت میدادن چرا یه خنده نه no. بین که جاده آره کردیت میدادن بعد الان این سه روز که رو ماشین کار کردن و هزینم کلی دادن واسه اوبر من و اینا ماشین که گرفتم صدایی که ماشین میداد دو برابر شده نه ماشین رو لخ کرده بودن اینا از دیجایی به بعد من تو شو... چیز کردی یعنی رفتی دیدی ماشین رو روز دوم رفتم دیدم چون گفتم آقا چه داستان چیه و اینا دیدم ماشین از وسط از این از صندلی وسط به به ته دیگه همه ماشین لخ بود همه همه رو باز, رو باز دوباره بستن هنوز صدا بدتر هم شد. شد آره و کلی گذاشتن که خب با حالا بکنی؟ حالا دوباره باید درخواست بدم دوباره نمیدونم بشه اشاره با... یه ماشین نو از توش در بیاریم خیلی خوب و حالا پروسه چیز چجوریه؟ پروسه بو کردن و اینا چقدر وقت بعدش بهت وقت خیلی راحته دیگه تو همون اپ میزنی مشکل هم اینه و. نه نه چقدر سریع میتونی ماشین تو ببری من سه روز نوبت گرفتم او اوکی آره خوبه خوبه, خوبه عالیه آره. الان میفته آره سه روزه دادن ولی اینا من حس میکنم چون پارت نیست این باید صندلی عوض بشه هی میخوان از زیرش در برن هی میخوان مثلا یه مقوای گوشش بذارن یه یونولی تو اینا ولی من حس میکنم صندلی با عوض شه این چیزا هست میاد میفته به هم. نمیدونن با کی طرفا آره یعنی میدونستان که صندلی آره. آره. عوض که به آره. ماشین عوض میدونی که هر یه دفعه اینا میری حساب میشه دیگه ما به یه حدی برسه ماشین رو آره لمن پالسیه ولی خب این چیز لمن پالیسی داره مگه تس... تسلا جدی بوغا چقدر بوگاتی ت... لمن پالیسی یه چیز فدرال است ما لمن پالیسی چیه بگیم پالسی... نه نه ب... بعضی از چیزا بعضی از ماشینا مثلا من میدونستم اودی توی شرکت نمیکنه آره خب, خب بگید این ما رو... لمن پارسی این این اینه, که تو موقع میدون. که یه ماشین میخری م... اگر که خراب باشه و نتونه خرابیشو درست بکنه هی اتفاق بیفته اتفاق بیفته میگن ماشینی که به دادن لمنه یعنی خرابه مجبورن که عوضش بکنن اصولا هم سه بار این اتفاق بیفته تو واجد شرایط میشی این که صندلیت سه بار صدا بده نه حالا مشکل میجر مثلا مشکل خیلی آه. عمده این یعنی شامل حال اون قضیه میشه ولی باحال بود دیگه من خیلی با راننده های اوبر حال کردم حالا در ادامش رو میخواستم بگم مثلا 6 7 تا راننده دیدم راننده های مختلف ایرانی پست خورد یه ایرانی خورد باحال بودن بعد اینجا حالا توی فکر کنم قانون واسه 20 به استان ماست که بخواین اوبر برونید باید یه امتحان خیلی سخته بدین یعنی راحت نمیتونه کسی بره اوبر بگیره حالا کسایی که از آمریکا میشتن تجربهشون کاملا متفاوته تو از تو خونت میتونی ساین اپ بکنی از فرداش برید راننده اوبر بشی کلاس 4 بهش میگن آره کلاس <influencing> 4 رو بعد بگیرن یه امتحانی شبیه امتحان تاکسیه که خیلی باید مواظب باشی و خیلی خیلی سخت میکنن و اینا بعد این 6 7 نفری که من منو حالا راننده اوبر بودن اینا هیچ کدومشون امتحان نداده بودن و همهشون راننده کامیون بودن قبلا آه، <السحب> و خیلی نوع دیدشون و نوع حرف زدنی که داشتن و اینا با حال و حرکم تجربه های مختلف داشتن بعد راهنده های دیگر رو دیست می کردن. خود مسافرهاش رو دیست میکردن کردن حرف های بعضا جالب و قابل کنسل شدن. شدنی می زدن اه. خیلی خیلی جالب بود اینجا من زیاد تجربه تاکسی و اوبر نداشتم رانندگیشون خوب بود رانندگیشون خیلی خوب بود رانندگیشون خیلی خوب بود. من بود. فاصله راحت میکرد تاکسی سوار شدم خیلی بد میرونن بعضی از تاکسی آره دیس میکنن تاکسی ها گفتن تاکسی ها بلد نیستن رانندگی میچسبونن مم. و میخوان اینطوری برن اینا نظرشون راجع اقتصاد و سیاست و اینا چی بود نظر نمیدونم بیشتر راجع جامعه صحبت میکردن راجع مردم و اخلاق مردم حالا این سگمنت رو کامیون ها رو بذاریم کنار چون من بعدا میخوام بیام بهش برسم ولی در ماشین خودم بهتون بگم آقا من خیلی میدید که من ماشینم فقط تنها کاری که میکنه خرج میتره یعنی هیچ کار دیگه بلد نیست باید. هر اتفاقی الان مثلا موقعی که از تصادف تمام شده و من ماشین رو پس گرفتم اه... یهو دوربیناش از کار میفته کلا آره مثلا دنده عقب بری یهو یه کوره دیگه ماشین کلا هیچی نمیبینی و مثلا فقط مثلا به اون بوغ میتونی بری عقب چون شیشش هم زیاد چیز نیست یه ذره تیرش کردم آره زیاد داره داشکم استفاده کن. آره داشکم استفاده کنم بعد حالا بماند که مثلا من دو, دو هفته پیش زنگ زدم وقت بگیرم به من وقت دادم مثلا 6 می مثلا آره مثلا سه هفته یه ماه بعدش به من وقت داد برای اینکه بتونم ماشین رو ببرم من چند روز پیش داشتم در خیابان های ونکوور نورت ونکوور تردد می کردم و یه ذره تاریک بود افتادم توی یه چاله بعد خب یه صدای مثلا عجیبی داد و اینا ولی خب تو ماشین اروری نداد دیدم که مشکلی نداره اینا خلاصو رفتم و رسیدم خونه رسیدم خونم یه یادم رفت که مثلا چک بکنم ببینم مشکلی هست یا نه صبح بلند شدم دیدم باد کرده اندازه باستن گربه چی کرده؟ چرخ تایر, باد کرده اومده با... بیرون بالج بعد اینجا بدم که خب فاک دیگه موقعیم که اینجا تایر را باد میکنه انقدر باد میکنه و دیگه میتره که یعنی نمیتونن درستش بکنن اون به قول خود یارو میگفتش که فیزیکال اینتگریتی این چیزه دمج ضربه خورده اون تایره اون در اون هویت فیزیکیش فیزیکیش انسجام آره انسجامش از بین رفته دیگه اینم قابل تعمیر نیست و باید عوضش بکنیم بعد من به خاطر اینکه روی خب اینجا به خاطر اینکه توی شهر برف و اینا میاد معمولا شما دو ست اگه زیاد تردد میکنیم با ماشین معمولا دوست تایر داری تایرای وینتر تایر دارید و تایرای مثلا معمولی آقا تو زیاد با ماشین جایی نمیری من هر روز مثلا با باش میرفتم مثلا سر کار و اینا مجبور بودم بعد دیگه خلاصه من دیدم که خب من الان روی وینتر تایر هم و اشکال نداره و الان هوام داره یه ذره مثلا بارونا داره شاید کمتر میشه و اونقدر سرد نیست و برف که دیگه اینشالله نمیاد, نمیاد با اینکه همش داره تگرگ میاد گفتم سویش میکنم روی سامر تایرم خلاصه تایرها رو انداختم پشت ماشین و رفتم دم این تایر فروشی گفتم که تایرای من رو عوض کن اینم من میدونم خراب شده دیگه برش دارید دیگه بنزینش دور گفتش که باشه خلاصه من رفتم و صحبت کردم و گفتم خدا رو شکر فقط مثلا پول تعویض تایر رو میدم دیگه پول تایر رو میذارم انشالله وینتر سال دیگه اگه نیاز شد مثلا عوض میکنم رفتم و بهش گفتم که آره من برای سال دیگه می نه این تایر رو میخوام و اینا گفتش که من جای تو باشم همین الان میخرمش گفتش که یه دونه تو کانادا بیشتر نیست از این تایری که تو داری به خاطر اینکه این نو تایر تو تو روسیه تولید میشه <تص> که فقط واسه ایمان اتفاق این سایه میشلین و پیرلیو مثل اینکه فقط توی چی تو روسیه تولید میکنن اه. این سایزشو اون سایز. و اینکه دیگه الان سه ماه تولید نشده یعنی این یه دونه آخری هم که هست دیگه یه دونه تو کاناداست و, و اگر سال دیگه تولیدش ادامه پیدا نکنه تو از چهارتا رو عوض کنی آه. به خاطر که نمیتونی یه برند تایر دیگه داشته باشی فرق من ایمان وسط تا وینتر تایر خریدم 700 دلار. با تا اون موقع درست میشه نمیدونی دیگه شاید اصلا نمیدونم واقعا مگه مثلا مال کووید درست شد یه دونه چرخش 700 نه. تا یه ساعت. دونه چرخ 700 دلار آب خورد برام و میگفتش که از میگفتش که از سامر تا الان سر 60 دلار گرون شده به خاطر که دیگه, دیگه نیست آ تایر که کلا گرون شده بود حالا تو این من چهار چرخ بدی من بفروشم من اوکی میکنم برات بعدا خلاصه مسونه میدم خلاصه میخواستم بهتون بگم که آره خریدی دیگه اون تایر رو من اوردر دادم دیگه چیکار کنم گفتم حالا سال دیگه حالا بیاد زمستون بشه مجوشم چهار تا عوض کنم دیگه خیلی ضرر خدا آره بابا گفتم از الان حالا دیگه رو طرف آورده. نمیشه با ستا وینتر روند با آره مگه اون چیز بود اون زانتیا, بود که با سه چرخ میتونست ولی خب بالانس نه, نه یکیشو ها... تابستون بذار ستا رو زمستون و این اینطور بود یه دونه وینتر تاری دیگه مینداختم روش اون دوری ماشین اصلا میمونه مجانیه این آها اون میگه فرق میکنه قصص پاشون ملت کوتاه بلند زندگی میگه حالا ماشین خلاصه من واقعا توی اوج بدبختی توی تابستون وینتر تای خریدم و گرونتر یعنی که فکر مثلا نه فکر آینده میکنی ارزونتر ارزونتر میخریش یکی دیگه جنگ کرده شما باید تایرشو بحث آقای پوتین روسیه شد من یه خوابی دیدم بحثی به لیز خوردن و ماشین اینا هم شد من خواب دیدم که چیز زمستونه بعد زمین یخ زد و اینا من هرچی ترمز گرفتم این ماشین من وای نست داد رفتم ام. از پشت دادم به یه دیویست و تو خواب بعد مثل نه ماشین اینجا رو داشتم ولی زدم به دیویست هرچی ترمز داریم نگرفت بعدش یه ذره گذشت یه یه کسی اومد که ایشون جاسوس پوتین بود خب پوتین چون ما اینجا ازش بد گفته بودیم توی پادکست دستور داده بود که اینو این منو چند ماه تعقیب کنه بعد منو سربنیز کنه برای همین اومده بود ترمز رو دستکاری کرده بود که ام. دیگه ترمز نگیره ام. ولی آره این آدم توی اون پروسه ظاهرا بگید بگو دیگه خودت عاشق من شده بود آه. من اینو چه جوری یه... بگم یعنی اینو وقتی ب... میگی بگید دیگه من, میگم؟ من مثلا خیلی چیزای دیگه میتونستم بگم و مثلا شاید توی همی... صدهای اول به عاشق شدن تو کامل قطع نکرده بود که من بمیرم آه... در حدیه حد تصادف و... و خودش اومد لو داد چه, چه پوتین اینو. ای... چه گو... آه... این پ... مرد بود یا زن بود زن بود آه... 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 من درصد تو زن من... مرد یعنی چرا سکسیستی نه به خاطر مارد سو نمیتونه زنگ نه به خاطر خوابت با فرهاد دارم میگم رو ادامه خود من گفتم شاید گفتم شاید اینطوریه من فکر کردم واسهشون بپرزازم بخوششون 100 درصد 100 درصد من میدونستم که مرده آره واسه خوابنگی و همین دیگه رابیت هولام براتون بگم آقا یه سوراخ خرگوش بیننده کردم عجیب افتادم توش داخل تیم ملی دوستان کامیون سوار ایرانی در خارج از کشور که ولاگ میگیرند جدید. تعدادشون بسیار زیاده و ولاگ های خیلی باحالی هم دارن یعنی من مثلا یه موقع به خودم اومدم دیدم که مثلا 15 تا از ولاگ یه بند خدایی که توی آمریکا کامیون داره مثلا کامیون میرونه نه رو نگاه کردم و دارم در مورد طرز بار زدن بار توی ترلی چخ دارم یاد میگیرم و اینکه اینا مثلا تریکاش چجوریه مثلا چیکار میکنن و اینا باید و انا. چجوری جوری بعد بار بچینی مثلا توی اون کانتینری که داری بی بی. شبا به رازه بقا خب رازه بقا تمام شد یه پنج تا اپیزود بود آره اون تمام شد اوباما تمام شد خیلی عجیبه و تعدادشون هم زیاده و مثلا توشون مرد هست زن هست مثلا میدونیشون اتوبوس مثلا میرونن کامیونه لیفت و همه اینا چیز میکنن ولاگ میگیرن نه تیم ملی خوب ولاگاشون مثلا ولاگاشون آره کیفیتای خوبی داره و مثلا یکیشون هست که حالا اسمش از تروی اکسپلورز اسمش چنش سیزن کنه ایرانی ایرانیه آره آره مثلا رفته بود برای خودش تو آمریکا زندگی میکنه رفت برای خودش تفنگ خرید و مثلا ولاگ گرفته بود و اینا خیلی باحال بود میشه اصلا یه چه چجوری تو خری... او اولین ویدیو چه جوری بود حالا مثلا چون داشتم ویدیوهای موتور و اینا مثلا سرچ میکردم شاید آره بوده. مرتبط بوده هشتگ های مثلا مرتبط داشته و اینا و خیلی برام جالب بود احساس کردم یه کلا رفرشینگ بود یعنی از تمام چیزایی که مثلا از کسایی که میدیدم خیلی متفاوت بود و اینا کلا مثلا یه استیل خاص خودشون رو داشتن یه سبک خودشون رو داشتن خیلی باحاله اگه نقابل. دوست داشتید برید نگاه بکنید من نظر من جالبه می‌بینیم، می‌بینیم مثلا طرز زندگی توی سوار کامیون میشه مثلا از این بر آمریکا میره اون ور آمریکا اینا رو صندلیاشون از اون چیزا داشتن عکس اون خانم بازیگره بود یا نه دیده بودی کامیون ایرانی ها رو تو درشون داشتن نیکی همه جا داشت. بود بیشتر, بیشتر. نه زبص. خارجی یه دونه خارجی داشتن مرلی نه ایشون حالا عکس خانومی نداشتن ولی بعد یه سیش آره دیگه بود توی یه پروسه رفتن کامیون خریدن یعنی کامیون دست دوم دو میخواستم میخوام منم باشون همراه شده بودم <تصفح> توی این پروسه و داشتن در مورد چی سوال میکردن مایلج کامیونا بر همش روی یه میلیون و خورده کیلومتر به بالا بود <تصفح> <تصفح> یعنی اصلا من مغزم داشت سوت میگزی نمیدونم چند سال و اینا بود ولی مایلج مثلا یه میلیون و خورده ای. مثلا میگفت این یک و دیویس داره واو. <تصفح> <تصفح> <ایسی خراح> حالا مثلا میگفت مثلا 900 مایل که مثلا میشه یک و خورده کیلومتر 900 هزار مایل این این مثلا چیزی که من هیچ وقت برام تعریف در شده, نبود مثلا ماشین بالای 100 تا بره میگن دیگه ماشین یواش یواش دیگه بعد فکر تعویزش بشه دیگه ببین چی میگم اینجا 100 تا ماشین رفته باشه خیلی زیاد رفته مثلا آره خیلی جالب بود این یه کاتگوری جدید بود که من باش آشنا شدم شما تراکرز تراکرز آره شما نمیخواد اما کاتگوری جدیدی که باش آشنا نه فکر کنم تو هر اپیزودی یه کاتگوری معرفی کنیم کافی بشه امروز نگاجید <applause> نه, ایوه نه ایوه ایوه من تراکرز پرژن تراکرز من بگم در مورد سیگمنتی که میخوایم آره آره چرا که تو خود صحبتش بوده تو این یکی دو هفته با بچه ها یه ایده ای انجام بدیم تو خود یه سیگمنت جدید به خصوص واسه همین اپیزود دومون که گفتگو محوره و اینطوریه که افرادی که گوش میدن خودکستی های عزیز هر سوالی که تو ذهنشون هست حالا میتونه خیلی سوال سطحی و مسخره بازی باشه یا خیلی عمیق باشه در مورد خودشون زندگی خودشون هرچی که تو ذهنشون هست برای ما آره برا ما بفرسن و ما روش نظر بدیم ما چهار نفر میشینیم به بهترین شکلی که میتونیم یا اصلا سوال یا یه چیزی رو مطرح کنن ما نز... سآل بپرسن. سآل بپرسن. از بپرسن ما من... سوال بپرسن آره. آخه چرا میگه آره. نظر نه 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 از, از ما سوال پرسن ن... نظر ما رو راجع به اون مسئله خودشون بخوان خب پس سوال نمیپرسن یه مثال بزن طرح مسئله میکنن ببین مثلا سوال اینه که من با دوست دختر یا دوست پسرم آنلاین آشنا شدیم ولی اه... الان میخوام مثلا به خونه بگم که با ایشون مثلا توی کتاب خونه آشنا شدم آها. آیا نظرتون در مورد این چیه؟ آها. اصلا نزر. این نزر. کار بکنم چی بگم؟ یا مثلاً, مثلا من هر موقع میخوام مثلا دیر برسم به جایی زود میام آره. آره. مثلا چی کار کنم که؟ اه... اه... استفاده کن. اه... یا مثلا میتونن چه میدونم؟ میتونن حجبه مثلا اگه فیلم میگیرن میتونن اه... اون تیپی که زدن اون لباس که پوچیدن نظر ما رو در مورد اون بخوان خیلی بازه فرستن. خیلی فیلم. بازه آره. میتونه صدا هم باشه من شاید گفتم شاید بعضی از سوالایی که بخوام آره. بپرسن شاید نخوان که تصویرشون مشخص باشه چون ما بخوایم پخشش بکنیم و, و بکنی. حالا اگه فیلم هست یا آه. فیلم باشه بالاتر میشه آره. تو یوتیوب اگه فیلم ده. هست اگه بخوام میتونیم بگیم ما شطرنجی می کنیم صورتتون آره. آره و ماکسیمم هم یه <تصفح> دقیقه باشه <تصفح> شاید یه شاید مثلا خیلی اینتیمت بخوام بپرسن آره بیشتر یه دقیقه هم نشه که ما بتونیم منیجش کنیم و ببینیم چه جوری میشه دیگه من فکر کنم باحال بشه کجا برام بفرستن تلگرام اونم میگیم بهتره اونو میگیم که کجا بفرستن به میلاد میگیم که بذاره و حالا خودمون هم استوری میریم من به چند تا روش فکر کردم که کجا بذارن من ب... من تو فکرم بود یه ایمیل بگیم بزنن ولی شاید Yeah. راحت نباشه تلگرام از هر راحت حالا فکر میکنیم. به فکر می‌کنیم بهتون میگیم توی استوریامون اگر که دنبال بکنید اگر که <تصف> ما رو توی اینستاگرام دنبال نمی‌کنید پادکست <تصف> آره <تصف> انت... نه چی اد پادکست اگه که دنبال بکنید ما همه اطلاعات اونجا براتون می‌ذاریم چه خبر دیگه برای از جالبا بگو کامنت بگو ولی ایده جالبیه آره اگه بعد انتظار نداشته باشید ما خیلی جدی و اینا باشیم مثلا حرف درست هم بزنیم قرار فان باشه مثلا شاید هم از بازی کنیم آره متخصص قرار که خوش بگذره کسایی که حالا. میخوام بفرستم میدونن خودشون دنبال <تصفح> جوابمون هم میدونن اصلا با در واقع با تناب ما نری تو اون دیگه چیزی جالب چیز داری برای اون داری برای اون جالبی چیزی من دو هفته از جالب در آوردم خب و بهش بذار میخوام من, می من جالب بگم بگو 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 بگو. در مورد این دادگاه امبرهرد و جانی دپ کسی دنبال میکنه اون شب سپر من اون, شب نگفتیم بله. خب هر چی سپر گفته که <تصفح> کامل به ذکر اصلا واقعیت <تصفح> نداره اصلا سپر صحبتات خیلی 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 آپدیت تو بگو نه بگی نه بگو بگو میخوام ببینم چی میدونی چی چیزی میدونی مثلا تا کجاشو دنبال کردی یادم نمیاد اون شب شب طولانی بود ما فشار زیاد تخت میگفتن که ایشون مدفوع کرده بودن رو تخت و کانال بوده. خبر جالب رو این موضوع خوندم حالا حالا کسی کلا دنبال دیدین چیزشو؟ من من دیدم من خیلی بجای دفاع کردم اون جوری که اصلا هست تو به با خود جانی تو اون کاراکتری که الان هست حالا کاراکتری که نه ولی خودش اون جوری که داره خودشو خود. آره خلاصه این خامده. الان اینا دارن میجنگن سر حالا به خاطر دفمیشن یعنی به خاطر بدنام کردن جانی دپ الان جانی دپ برای بدنام شدن چیزو سو گرده. کرده آره هم همسر سابقش رو سو کرده و اینا همه اتفاقات 2016 افتاده خب و مثلا 2016 تا الان مثلا چقدر طول کشیده این پرسه دادگاه رفتن و اینا بعضی فکر کنه که مثلا اینجا فرد میرن دادگاه و اینا هر چی حل میشه اینقدر پرسه طولانی و زمان بر و پروسه هزینه بریه که بعضی موقع اصلا نمیارزه یعنی کسایی که تو ایران هم مثلا فکر کنن که او مثلا برید دادگاه حلش کنید دیگه یه اتفاقی مشکلی که به وجود میاد فکر کنن که خیلی راحته دادگاه رفتن اینا با اینکه اصلا اینطوری نیست من حالا به خاطر اینکه به واسطه حالا کارم یه مدت درگیره یه پروسه چیز بودیم حقوقی, حقوقی بودیم وقتی که مثلا میشنوم اینا دارن صحبت میکنن و اینا دارن از هم دیگه سوال میپرسن واقعا استرس میگیرم یعنی قشنگ میبردم آره ازش. تراما دارم قشنگ میبردم تو اون دوران پس مثلا چرا این دادگاهشون عمومیه خود جانی دب میخواسته که اینطوری باشه میتونی بگی من میخوام دادگاه هم عمومی باشه چیزش اینطوری بوده که من میخوام عمومی باشه اولش هم مثل اینکه امبر خیلی مخالفت کرده ولی بعدش دیگه شل آره شل کرده ببین خب این الان واقعا موقعی که کیس دفمیشنه موقعی که کیس بدنامیه تو میخوای خودتو چیز بکنی دیگه میخوای خودتو در نجات بدی میخوای خودتو نشون بدی که واقعا اتفاقایی که افتاده مثلا خودت باعث و بانی آنچانیش نبودی ولی خب خیلی عجیبه دیگه الان مثلا بحث ایلان ماسک هم هست و ایلان ماسک هم چون که با هم مثل اینکه بوده بودن یعنی مثل اینکه این نبودن واقعا آره ولی فکر میکرده که نیستن ولی اون موقع هنوز طلاقشون چیز نشده بود و اینا خیلی پرس عجیبی دیگه ماسک... ده روزه که ده روزه که اینا هر روز روز مثلا چهار پنج ساعت دادگاه دارن آره این این, همه پوشش خبری اینا میگیره خب خیلی جالب و مسخره است دیگه آدم کمی هم نبود دیگه آدم آدم پولی بود توی حالا هالیوود و, و اینا یعنی همهر این. آره چیزای خفنی بازی فیلمای خفنی بازی کرده اسم و رسم خیلی خفنی داشت و مدتی که ساکت بود و کار نمیکرد همه اینطوری بودن که خب چرا اتفاق داره میفته مثلا یکی از ساکت و بیکاریش هم همین آره دیگه, مشکل با همین ایلان ماسک هم گفته که نمیام یعنی آره آره اینا قرار بود که بیان دفاع بکنن ولی جفتشون ایلان ماسک بود یکی دیگه قرار بود که بیان برای امبرهرد چیز بکنن تستیمونی بدن و اونجا چیز کنن لح کنن آها برای لحه آها ولی گفتن, گفتن, گفتن که نمیه داستان کنسل خیلی از کمپانی هایی که با جانی قرارداد قرار داشتن حالا تبلیغاتی ها مثلا تو همین هالیوود اینا به خاطر همین چیز کردن دیگه براش دیگه زدن زیرش یعنی فکر کنم دلیلش همینه دیگه به خاطر اون برای بره بره جانی دپ آره. قدیم اینجوری بود الان داره برای آره دیگه اینجا. داره این کارو فکر کنم اینکه حالا پابلی <تصفح> کم خواسته بکنه اینو به اینکه... بودش که اینو از اون فیلم آکوامن چیه این خانم آره آ... 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 تو آ... آ... تو آکوامن بوده تو کلاً بودش که حذفش کنید از این یه جالبه ولی من یه خبر تو همین ردیت دیدم نوشته بودش که یه فایلی مثل که لیک کرده که امبر فامیلی هرد داره به جانی میگه که تو فکر میکنی بری توی رسانه ها بگی که مثلا من تو رو ابیوز کردم باورشون میشه که یه مرد وایت توسط مثلا یه زن ابیوز شده اینو اول نه که مطرح کردن بعد اونها رد کردن که این حرفو زدن فایله لیک کرده وکیل ام. چیز داده بیرون بعد جویندر گفته آره من باور میکنم که مردم باور میکنن اینو اینو چون میسابه به نمیدونم سکسیزم زن ریسیز اینا شاید یه ذره جالب باشه برای یه سری از فعالا امبره هم همون 2016 حالا حرفایی که الان هست میخواست سوار موج چیز بشه دیگه میتونه بشه و خب ضربش زد به جانده. جانی و متهم شد اون موقع اینا حالا میگی طول کشیده چون خیلی یعنی اون دادگاه اولیه‌شون طول کشید بعد دیگه ول شد یه جورایی جانی کلی کار رو از دست داد و اینا حالا نمیدونم چه پروسه ای که دوباره نه آخه ببین فهمشه. تو نه موقعی که اصلا میخوای کیس بری ببری اینا فقط مثلا یه سال دو سال طول میکشه که اینا بتونن مدارک و اینا مدارک ها رو جمع کنم برند کراس اگزمینیشن بکنن برای کراس اگزمینیشن مثلا الان میبینی کسایی که دارن میان در واقع روی استند صحبت میکنن اینا همشون یه بار این وکیل اینا و وقت میذاشته باشون صحبت میکرده برای مثلا ده روز طول میکشه هر کدومشون و خیلی, پرسه پرسه خیلی پروسه طولانی گرون و, گرون سخت و گر... خیلی گرون, اینا ساعتی وکیل حسابدار جانی دب دیروز داشت صحبت میکرد حسابدار جانی دب ساعتی 710 دلار ازش میگرفته تو مثلا ببین وکیلا الان اینجا توی کانادا 650 اینا ساعتی میگیرن 650 دلار تو فکر کن الان یارو 10 روزه هر روز داره مثلا 24 ساعته دارن اینا چون که چیزام که تمام میشه که نمیرن خونه که اینا میرن پریپر میکنن برای روز بعدی برای, روز بعدی برای اینکه بتونن فلان مثلا سوالشون رو ده 10 بر برابر این پول از توی هم استریمینگ و ایناش در میاد کی بی... در میاد اینا دیگه همین آدما بالاخره حق پخش دارن دیگه دادگاهشون ویدیوهاشون داره میلیونی میگفت که خود دادگاه این ویدیوها رو میذاره یوتیوب انگار بالاخره خود خودش به یکی داره نه نه خود دادگاه نیست دیدم چنل های مختلف دیلی میل و مثلا تیشو فلان لایوش رو لایوش رو میزن نمیدونم نمیدونم, <تصفح> نمیدونم. درامان اینترشیمنت درامان از این ور دوباره باید هست امریکا همینه دیگه خب آقای شما خبر توییتر رو نمیخوای بگی چرا چرا یواش همین تو من دارم اینا رو بیلیون چرا آره میگم این جزء اخبار هفته و نیم چلو, چلو, چلو سه ما دیدی. من چلو چهار دیدم چلو سه شد حالا دیگه من هم تو این خبره چلو شو این میگم مال هفته پیش بود که, ال... که نشون داده بود که فاینانسینگش آماده است پس این عدد ام... فاینانسینگ ریدی تو بای آره. آقای ایلان ماسک ده. لطف کردن و توییتر رو خریدن نه میخواد آفر داد آفر قبول, شد. قبول شده قبول مال تویتش. خود کنن آره میخوان مال خود بکنن خصوصیش هم یعنی از استاک مارکت میاد بیرون و این خیلی عجیبه این اعدادی که جابجا میشه و حالا جوکای بعدش که اومد بیرون خیلی باحال بود یعنی یه سری آدما شروع کردن عکسشون رو کردن عکس ایلان ماسک پروفایل ایلان ماسک و اسمشون هم کردن ایلان ماسک و هم توی توییت میزدن که مثلا من میخوام برم چم کالا... آره آره تو میتونی اسم تو عوض بکن اون ات تو نمیتونی عوض بکنی اسم و عکس تو میکنی مثلا مثل اون مثلا میگفتن که آره من میخوام مثلا چه من برم کال اف دیوتی بخرم فلان مپو مثلا بردارم <applause> مثلا کانتر رو بخرم داست دور رو دوره برگردونم مثلا به و <متصفيق> <متصفيق> مثلا خود ایلان ماسک گفته بودش که من میخوام کوکا دفعه بعد میخوام کوکاکولا رو بخرم <متصفيق> که کوکین رو بذارم برگردونم توی باطل و دیگه اصلا مقدار توییتی که در این مورد زده شد دیگه اصلا نهاناً عجیب نهاناً. بود دیگه یه سری ها میگفتن که به ایلان ماسک آفر دادن که بیاد خودشون رو بخره یه سری ها گفتن بیا کشورمون رو بخره چقدر گفته بودن بیا ایرانو رو هم مثلا بخره و اینا خصوصیش کن و فران و بیسه آره خلاصه <تص> اون میمه هم بود که مثلا این بنده خدا چلو, چلو خورده بیلیون میخواد پول بده نمیدونه که تو اپستور فریه آره یا نوشته بودش که من یه هم وقت رفته 44 بیلیون پول داده ولی تو اپستور فریه نظرتون چیه در این مورد کلا براتون مهمه مهم نیست من فقط منتظرم که این ترامپ برگرده آره. ولی مثلا ترامپ گفته من نمیام ترامپ گفته نه اون توی هم truth دیدی یه توییت زد در مورد همه truth سوشال خود تی... ایلان تی... ماسک یه ای سکرین شات گرفته از حالا یا اپ استوره. یا یه... مارکت دیگه نمی... تو قسمت سوشال میدیا البته این مال آمریکاست دیگه اون تروث سوشال اوله بعد توییتره نسبت به پاپولاریتی نسبت مثلا حال نمیدونید چقدر وقت آره نمیدونیم حالا برای چی ولی برای اون بازه ای که این عکس رو گرفته بود بعد زده بود که مثلا این چه با... تیک تاک مثلا پنجم بود نشه بگه توییتر درست بود نباید این اونجا بعد بود. تو پرانتز نوشته بود که truth social نمیشه تو پرانتز نمیشته بود terrible name ترمونه چون باشه ترامپت سوشال آره من منتظرم فقط ترامپ برگردن اون رو من یه پادکست داشتم گوش دادن نشسته بودن تحلیل میکردن که این مثلا چی کار میکنه و اینا ایده اینه که حدس میزنن که این به فاصله بعد که توییتر رو حالا بگیره نه یه سری ها چیز میکنه فرداش از تویتر چیز می لیاف میکنه ظاهرا سی او که عوض میشه همیشه شروع میکنه لیاف کردن که هزینه ها بیاد پایین بعد خودش مثل که گفته اون تعداد بات هایی که روی توییتر هست میخواد کم کنه ظاهرا زیاده آره بکنه آدم چه نمیفهمه چرا این کارو میکنه سایتینگ بذاریم چی میشه این میکنه. یعنی عملا میتونه وقتی مال خودش بشه مثلا دیتا های که از یوزر داره رو میتونه تو کمپانی دیگه هم استفاده کنه توی یوزر اگریمنتش باید بیاد. نه انجوری خیلی نیست. اپدیت میکنه دیگه یوزر اگریمنت صد نه بابا یه سری هستن که میخونن واقعا اون رو اگه همچین کاری بکنه کامل چیز میشه. می‌زن بیرون. آره تو این راحتی ها نیست. من میدونم ولی حالا چیزی دیگه که زد بیرون. بیرون. همه میرن بیرون. اصلا. چند نفر واتساپ و لیو دادن. موقعی که اون الان قوی هم داره استفاده الان آره مثلا اون سه تا یه دونه شدن جالب خواهد عجیبه بود کلا آدم عجیبیه یه یه صحبت خیلی هم بود بگو بخش. یه صحبتی که بود این بود که یه چند ماه پیش اومد به یونیسف بود گفت به فقر جهانی چه جوری می‌خواید تمام بکنید یه پلن به من بدید من 6 بیلیون دلار میدم آره نه گفته بودن که به گفته اول شم. یکی یه توییتی زده بود یا یونیسف مس که گفته بود نه اگه نه. این نه چند درصد سرمایه‌شو میداد فقر شکن میشد یا توی یه جای از بین میرفت بعد این اومد گفتش که شما پلنتونو رو بدید من این پولو میدم بهتون آره بعد مثلا که پلنم دادن یعنی پلن درست حسابی دادن و اینا ولی خب نمیدونم نشد دیگه اون کار حالا هم یه سری بودن که میگفتن نیمدون 6 بیلیونی که واسهش پلن دادن انجام بده حالا رفته این کارو ولی حالا من بگم من این کسایی که از ایلان ماسک انتظار, انتظار دارن دارن. که من پولشو من... بده برای یه کار خیر رو من نمیفهمم یعنی ب... پول خودشو دیگه آقا در آورده تونسته در بیاره تو نمیتونی به طرف خورده بگیری که چرا برای کار خیر هزینهش نمیکنی اول که نمیدونی کجا داره هزینه میکنه فقط به خاطر اینکه پابلیکش نمیکنه تو نمیدونی م. ولی این هم خیلی عجیبی که تو بیا مثلا 50 درصد راتتو بده مثلا فقر جهانی از بین میره نه یه دلیلی داشتن که اون توییت زده شو نه نه اصلا کلا در میگم کلی آدم تو توییتر دارن مثلا بهش خورده میگیرن که چه رفتی مثلا چه چهار بیلیون رو داری مثلا خریدی فلان کاری کردی مثلا میمونه که مثلا چه میدونم یکی بیاد به من بگه تو چه رفتی موتور خریدی این پولو میدادی مثلا چه میدونم یه جا آبرسانی میکردی نه مثل اون نمیمونه خیلی فرق داره اسکیل خیلی فرق داره <تصفيق> 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 من میفهم ولی دوست... اصلا <applause> کلا با, با کانسپتش مشکل دارم که یه اشن... نفر دیگه نشسته به من میگه که تو برو پول تو مثلا اینطوری هزینه بکن آقا اصلا به تو چه نه آخه خب مثلا میبینن چه یه کسی مثل بیل گیتس میاد کار مشابه میکنه خود اون سی او توییتر خودش خیلی آدم روشنی بود همون اول کلی جک آره خیلی چیز کرد دونیت کرد برای کووید و اینا میبینن خب آدم های تو این سطح این کارو میکنن بعد چرا مثلا این آدم یا حالا پیشنهاد میدن دیگه حالا تو چرا ناراحت نه کلا زیاد میبینم من میگم او خب یکی ایدش مثلا میکنه چه اشکالی داره آخه وقتی از این انتظار داری که بری این کار رو بکنن از در سال انتظاره نه احساس میکنم کار اشتباهیه یعنی خیلی دیده بودم که انتظار دارن که فلانی بیاد مثلا یه سری از رو بده که مثلا فقر جهانی از بین یا مثلا یه مشکلی حل بشه حالا هر مشکلی خب داستانی که این مدل آدما به اینجا که میرسه مثلا زدن تون مسیر هزار نفر رو بدبخت بیچاره کردن حالا داستان جدلی نه. نه 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 صاحب اجازه بدید Here's... جف بیزوس نمیدونم داستان اون یه ایمپلوی داشته که توی چیزش کار میکرده توی ورهاوسش میدید آمازون معروفه به اینکه محیط کارش وحشتناکه. بعد اینا میان یکی رو اخراج کنن بعد اون میره یونین را میندازه آمریکا اصلا میترسن از یونین داشتن برعکس چیزی که مثلا توی اروپا هست که همه کارگران کارگرا اتحادیه خودشونو دارن آمریکا اصلا تقبیح میکنه و خیلی چیز بعدی و خیلی هم سرمایه‌دارا میترسن ازش بعد اون میره یونیون موفق میشه اولین یونیون موفقیه که علیه آمازون ساخته شده و اینا خب این چقدر الان داره 178 بیلیون خب این تا اونجا برسی زده هزار تا آدم دیگر بدبخت کرده دیگه علی جدی نیست واقعا اثبات شده است ولی زندگی خیلی آرام بهتر کرده دیگه <سؤال> نه. <ما>. نمیتونی بسنجی رفتن <applause> <applause> تو اتیک تو چه جوری تو از اون برای میتونی بسنجی این برای نمیتونی بسنجی زندگی کیو بهتر کرده زندگی را، راحت راحتی راحت زندگی ماها رو خب از اون یه عالمه بیزنس دیگه از بین رفته دیگه بله خب خیلی هم کارمند داره دیگه خیلی به خیلی هم داره ناوری میکنه حقوق میده خب اگه این اینجا رو نساخته بود این آدمایی دیگه ممکن بود نه من دیگه چیز باشن شاغل باشن به اینجا توی آمریکای شمالی بیزنس کوچیک سرپا نمیمونه ریتیلر کوچیک امکان نداره کار کنه این مثلا تو مغازه لباس معمولی نمیبینید مغازه مثلا کم خیلی کم میبینید چون سروایو نمیکنه چون این قولا اینا رو میبلن مثلا معروفه دیگه و اینا خب از یه حدی که بزرگتر میشن خیلی راحت تر براشون کمپانی کوچیکو از بین بردن کسی توان رقابتی نداره تو اون مثلا چیزن یه پالیسی دارن سالی کلی میلیون حالا یعنی بیلیون همینا رو میخرن آره، می آره. مامن پاپ شاپ نه آره. امت... ولی من میگم ما نمیتونیم بگیم که یه سری بدبخ کرده ولی هیچی هم بهتر نکرده چطور اونو میسنجیم یکی اونو نمیسنجیم آره بهتر کردن که به کوالیتی ب... زندگی اینا یه اضافه کرده دیگه که انتظار اینه که کسی که توی اون جایگاه قدرت وقتی که تو قدرتشو داری از قدرت یه مدل بهتری میتونی استفاده کنی حتی اگه زندگی خیلی آرام بهتر کرده باشه تو وقتی قدرتشو داری چرا از قدرتت بهتر استفاده مثلا کاری که بیل آخو... میکنه خب اون به نسبت دیسنت تر از اینا رفتار کرده دیگه بعد حالا اینو میگی آمازون خب ما از ورهاستش میشنویم تا بچهایی که کار سافر اون تو میکنن ورهاستش که خیلی شرط وحشتناکه بچهای سافر هم ناراضی ان ما از نزدیک میشناسیم از اول تا آخرش یعنی اون ایده بیزوسی توشه که همه رو مثلا سفت میگن مثل چیزه اصطلاح جالب خود آمازونیا به کار میبرن سافر انجینیراش میگن مثل خمیر دندونه تا جایی که جا داشته باشی تو رو میکشن بیرون که کار کنی و خب کالچر خوبی نیست دیگه این ایلان یه کار عجیب غریبی هم کرد اینو ترور نوآ میگفت میگفتش که حالا ما انتظار داریم این بیاد تویتر رو بخره و یهو یه محیط آزادی درست کنه این کسیه که اوردر تسلا یه خبرنگار رو دستی کنسل کرده چون قبلا مقاله بعد راجع به نوشته بود واقعا کار کرده اینو میدونیم حالا آدم... شاید آدم آدم بهتری شده نه من چیزی نمیاد من فکر نمی کنم من مطمئنم که آدم عجیبیه و کارهایی که میکنم میگم چیزی که میخواستم میگم اینه خیلی عجیبی که مثلا چرا هم اول پیپر رو داشت بعد اومد چه میدونم یه دونه کمپانی زد اسپیس اکس که باش میرم فضا بعد ماش... خرید. آره بعد ماشین مثلا تولید میکنم بعد الان اومده توییتر خیلی آره بورینگ فکتوری داره اینجید. خیلی چیزای مختلف عجیبیه خیلی که داره مخیه. اون چیزشو داشتم میخونم تو سن کم نه دوازده سالگی یه بازی نوشته چقدر فروخته به یکی از این مجله ها چند این بار کمپانی زده فروخته میلیون دلاری بعد پولش رو رفته جای دیگه اینوست کرده همین ام. پیپل و اسپیس ایکس و اینا رو یه کمپانی رو فروخته 970 میلیون صد تا داده اینجا 60 تا داده اون قش همینجوری جاله آدم خیلی خفنیه دیگه ولی خب چیزی دیگه اینجا ولی برای رضای خدا ماهی نمیگیره پول و قدرت دیگه برای بیش. پول و قدرت همه کار میکنن چی داری برای اون بگو ببینم در مورد دیگه اخراج شد در مورد نتفلیکس حرف زدیم هفته پیش یا نه بین خود حرف زدیم اونم اوضای بدی داره یا باید دوستان صحبت میکردم خشار کانورزیشن اینجوری شروع کرد که شروع, شروع. شروع. گفت به کارما اعتقاد داری گفتم چی میخوای بگی گفت این نتفلیکس وقتی که اومد دیگه باب شد و اینا به قول کارون زد یه عالمه بیزینس های چی بود اسمش توی آمریکا بلک پاستر بلک و حالا اون ویدیو کلوپ های خودمون رو آره. 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 اینا رو نابود کرد, شد. و الان آن... که یکی با سامسونت بود میواد. آره <laughs> سامسونت. <laughs> الان هم یه جورایی اون همون بلا داره سر خودش میاد حالا به خاطر دلایل مختلفی که هست یه یکیش به خاطر اینه که نزدیک دیویس هزار تا کاربر دارن پسورداشون رو شیر میکنن با هم یعنی نا چه داد ما مگه کارمون قانونی چرا ما این یه کارمون قانونیه واقعا و آه چون ما, ما پکیج درست رو داریم بله بله پس ما نیستیم اینا و خب قولای دیگه هم وارد این بازی شدن مثل مثلا خود دیزنی که تنها در آمدش فقط بخش فیلم و سریال نیست مثلا پارک های خود دیزنی رو داره و چیزهای دیگه داره یعنی قولای دیگه اومدن و یه کمی نتفلیکس اوزاش بده آره اپل اومده آمازون اومد اصلا در لینک نتفلیکس چیز اولین ایچ بیو همیشه بوده دیگه شبکهش کیبل آره بوده بلید بلید. دلیل این اینقدر مطرح شد که اولین بود مثل آمازون که مثلا اولین کلاود رو زد ولی این که بتونه جون سالم به ببره رو نمیدونی سیزای روش هم بهتر خدا کریم مثلا مال آمازون میری میبینید واقعا چه صفات چیزه ولی خب کریو نگاه حالا اچ پی اون خوبه هر چی ما ولی هرچی هر چی فیلم خوبه روی چیز بیشتر روی نتفلیکس ولی چرت و پرت هم دید. میسازه دیگه نتفلیکس مثلا تیندر سوینلر مثلا آره الان چیزای چیزای شرور زیاد آره شرورم هم زیاد میسازد که ولی تو این جمع خودمون بهتر فیلم هایی که سریال هایی که ما دیدیم رو اچ بیادیم HBO خیلی خوبه البته بهترین تاریخ رو رو نتفلیکس دیدیم بعد اون دیگه همه رو یور آل ولکام چی آفیس دیگه حالا اون, آه اونه. آه اونه. آه من ایمان که نه نظر اول و سریال ها آره ولی از نتفلیکس باید بریم میخوام واسه تبلیغ بذارم بحث بحث فیلم و سریال شد این هفته ما یکی از دوستان خانوادگی رو دیدیم آقای مرتضوی اسمش اسمشون رو بیارم بیژن <applause> بیژن نه ایشون خودکست شدیدا گوش میدن اپیزودهای زیادی گوش دادن فکر کنم تا اولش از از آخر رفتن اول و اینا یه نکته جالب این بود که شدیدا فیلم و سریالی بودن ایشون آها گفتی روز و از همه مونده بودم که پدر ایرانی نمیبینی که در این حد مثلا 20 سال پیش سپرانوزا ایشون دیده بودن وایرود باز مثلا دو تا سیزنشو 20 سال پیش دیده بودن همون که اومده یه من چی نگفتم و خیلی باحال بود مارول و دی باز آره اصلا ولی الان گفت الان اصلا نمیتونم نمی دیگه فیلمای اینطور فقط فیلمای های آن ترو استوری دارم میبینم اصلا نمیتونم برا فیلم نمیتونم اذیت میشم جاست مرسی رو دیدم با حاله ببینید حتما جاست مرسی رو نتفلیکس ام... آقای کارون شما با بی تی ایس هستید میشه با بی تی ایس بی تی بند موسیقیه این کره ای پس بله تو یه جمعی بودیم فرادم بود اونجا ما آشنا شد اونجا آشن شدی این کلا همین بود دیگه درست میگم آره یه کالچریه که حالا من خودم شخصا میگم شاید زیاد بهش نزدیک نباشم ولی خیلی گسترده و وسیعه یه چیز عجیب غریبیه میدونم که تو ایران البته رنج سنی پایین تر طرفدارای عجیب غریبی داره توی کل دنیا داره و حالا دلیلی که دارم در موردشون حرف میزنم اینه که یکی دو هفته پیش لاس وگاس بودن و کنسرت داشتن اونجا چهار تا کنسرت برگزار کردن تو هر کنسرتشون هم فکر کنم شست هزار نفر تو هر سانس بودن مثل ابیه پس و اینجوری که حالا اکس های اینا اکس لاس وگاس پیداست و فرودگاه لاس اینا مثل اینکه تم رنگیشون بنفش بوده کل شهر لاس وگاس اون تیما میگیرن <تصفح> و چیز عجیب غریبی هن. حالا من اینو میخواستم شروع کنم بیشتر در مورد این گروه بی, بی تی اس بخونم در آینده و بیام صحبت کنم خیلی پدیده عجیب غریبی آهنگای آهنگ خوبی هم دارن واقعا انگلیسی کوریی میخونن بعضی از ترک هاشونو و دیدم که توی خودکست هم یک سریا فنای بی تی اس هستن کامنت میارم میگن از کی پاپ صحبت کنین این بودم حالا این چیزی که میگیره اینا خود دولت کره جنوبی با قصد و قرض از سال 2012 13 شروع کرده که اینا سرمایه گذاری وحشتناکی کردن که فرهنگ خودشون رو صادر کنن اگه یادتون باشه با اون کلیپ گانگنام ستایل شروع شد <applause> کلیپ رو دادن و وحشتناک معروف شد و همه جای دنیا شروع کردن گوش دادن چی پاپ کی کی پاپ, کی پاپ. کی پاپ. کی پاپ. کی پاپ. این سرمایه گذاری کردن دارن فرهنگ خودشون صادر میکنن الان همه اینجا حالا مثلا بی هم دقیقا زیر مجموعه همون قضیه است با سبک زندگی کره یا مدل لباس پوشیدنشون موسیقیشون سریالاشون نمیدونم انیمه غذا داشته غذا. باشن غذاشون خیلی باحاله اینا چیز ابزار و مغزشونه آن تو فکر میکنی چیز منفیه؟ نمیگم چیز منفیه. برای خود کره یا که قطعا مثبت به خاطر اینکه درآمدزایی میکنن ولی خود یعنی آگاهانه دارن این کار میکنن. <applause> چیز هست راجبش؟ تحلیل و اینا زیاد شده. عقبه داره کار. ت... حالا عقبه رو نمیدونم چه جوری وارد فرهنگ لغات ما شد ولی این چیز روش سرمایه‌گذاری وحشتناکی دارن. جالب. موافقم خیلی موافقم. یه آقای دیگه هم بود که میگفتن this is an apple. اپل پن بودن پاین اپل پاین اپل پاین اپل پن کنم نمیدونی شد بعد بروسن شد نمیدونم ولی عقبه گفتی کلمه چیزیه نه من نمیدونم من ما تو از ایمان شنیدم آره نه عقبه خیلی استفاده نمیشه عقبه نه من نه ولی این جالب اینا چیزه مثلا میگن کالباسا بردیم

اصلا سلام خیلی هم کامنت طولانی و بزرگ سریع میکنم گفته سلام, سلام امیدوارم که پیام منو بخونید آقا فرزان خیلی دوست دارم وقتی بهم میگن آقا واقعا حس میکنم یه شعورم زیاده و اینا یا <applause> دیگه مثلا به فامیل که صدا میشم دیگه اصلا خیلی میرم درسته من یسنام یک ده دومی از دزفول دزفول خوزستان هستم هم تو یوتیوب دومی یعنی بازه ده تا 20 سال بله <applause> <مزورشون بیستان> نه ده تا بیست آره دیگه خب حالا هم تو یوتیوب و هم در کسب دنبالتون میکنم چون فقط دو ماه مونده به کنکور نمیتونم یک بار همه پادکست رو گوش بدم و فقط صبحها قبل از شروع درس خوندن یا شبها قبل از خواب یک رو تا 20 دقیقه گوش میدم ولی همون چند دقیقه کافیه تا روزم رو با انرژی بهتری شروع کنم شروع یا تموم کنم و میخوام بگم که شاید ما بعضی موقع ها بهترین زندگی خودمون نباشیم و اونطوری که خودمون و دنیا و دنیای به ظاهر بی اطراف ما از ما انتظار داره عمل نکنیم ولی خیلی ارزشمنده که بتونیم حداقل برای چند لحظه اتفاق،, اتفاق, خوب زندگی شخص دیگری باشیم که حتی هیچ ایده ای نداره اون شخص کیه فرهاد فرزاد کارون و ایمان عزیزم شما بی, بی ارزشمندید حتی اگه خودتون هنوز بهش پی نبردید راهتون صداتون و وجودتون توی قلب ما خود برای همیشه باقی میمونه عشق منی این طوری که دو به ما انرژی میدی الان فرض جان اینطوری که هندونه رو نزد زیر بقل ما رو بفرست خونه که <تصفح> خب من الان برم <تصفح> یکی به من چپ نگاه کنه میزنم زیر گوشش این طوری ما رو نفرست خونه دم همگی گرم با دمتون گرم مرسی که تا اینجا رو با ما بودید ما امیدوارم که کنکورش بله سر در اشغاله. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام ما میریم و هفته دیگه با دو تا بیزوی دیگه برمیگردیم فعلا خدافز خدافز, خدا